احمد ظاهر عادت کرده است که مردم در خیابان ها با او عکس می گیرند و از شباهتش به ستاره شرق می گویند. از خارج از کشور هندو ها افغان ها که بیان قطعی سرول که می بینند قطعی زبان اردو صحبت می کنند. بعد می فهمند که من زبان اردو بلد نیستم، قطعی زبان فارسی صحبت می کنند. حتی در همون کوچه هم باشند شروع می کنند که احمد ظاهر یک تب خون زمزمه کن. احمد ظاهر تاجیک صاحب کار و با تجارت مشغول است. مهر به هنرمندی معروف افغان به فعالیت و زندگیش تاثیر گذاشت. هر سال وقتی که محفل های احمد ظاهر می شود و دوستان دعوت میکنند، دعوت میشیم اونجا همراه اونا می نوازیم و می سراییم. و از آنکه نه تنها سیما بلکه نامش هم شبیه احمد ظاهر است، او را در هر کجا احترام میکنند. خودش هم میگوید این نام حتی جانش را خریده است. خیلی سالهای پیش وقتی مناقشه ها و هم جنجال ها بود بین تاجکستان، جنگ و جنجال و همین خیلی واقعی ها بود، حتی در راه که می رفتیم گروه هایی که همین سیلابده زیاد بود که همین ها که می دیدم به خاطر هم از دویر نمی رسیدم. احمد ظاهر تاجیک می گوید او از سراینده محبوب خود تنها بعض ایما و نمای ظاهر را تقلید کرده است. می داند جایگاه احمد ظاهر فراتر از این تلاش های جزئی اوست. خیلی کن هیچ کس احمد ظاهر بوده و احمد ظاهر شده نمی تواند. این نابغه این صد سال ها یک تا می بود، هزار سال ها یک تا می بود، با مثل رودکی و لایق و با مثل سینای و با مثل مقصد این صد هزار سال ها یک تا می بود. احمد ظاهر سراینده معروف شرق است که تا پایان سال 70 در افغانستان زندگی کرده است. از او بیشتر از 500 سرود و آهنگ باقی مانده است که تا حال میان تاجیکان شنونده دارند.